سلام بر شما، من فریبا شیرازی هستم. خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. امروز هم مطابق روال هر هفته با شما هستم با مرور آخرین رخدادهای خبری ایران و سایر نقاط دنیا. در این برنامه از ادامه مذاکرات هسته‌ای وین خواهیم گفت. نگاهی داریم به نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی درباره قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر. گزارشی داریم از واکنش وزیر نفت دولت احمدی نژاد به گم شدن یک دکل نفتی. به بحران مالی یونان میپردازیم و با بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه همراه میشویم که ما را در جریان تازه های این کشور و منطقه قرار میدهد. با ما همراه باشید. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع نهایی به مرحله سرنوشت ساز و حساسی رسیده است. این گفتگوها که هفته گذشته در وین ادامه یافت برای یک هفته دیگر تمدید شد تا شاید مسیر توافق نهایی هموار شود. همزمان با ادامه مذاکرات خط و نشانهای طرفین برای یکدیگر بیشتر شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر مذاکره کنندگان اطمینان نیابند که همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مسدود شده است، توافقی در کار نخواهد بود. حسن روحانی هم هشدار داده در صورتی که توافق احتمالی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 زیر پا گذاشته شود، ایران شدیدتر از قبل به روال سابق باز می‌گردد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر مذاکره کنندگان در خاتمه گفتگوهای اتمی اطمینان نیابند که همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مسدود شده است، توافقی در کار نخواهد بود. سخنان آقای اوباما روز سه‌شنبه 9 تیر ماه پس از آن بیان شد که ایران و قدرت‌های جهانی اعلام کردند مهلت مذاکرات اتمی برای یک هفته، یعنی تا 16 تیر ماه تمدید شده است. طرفین گفتند با تمدید این مذاکرات تصمیم گرفتند فرصتی کافی برای دستیابی به توافق اتمی فراهم آورند. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد اگر آمریکا و دیگر طرف‌های مذاکره هسته‌ای نتوانند اطمینان یابند که مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مسدود شده، اگر امکان بازرسی کافی از تأسیسات ایران فراهم نشود و اگر امکان راستی‌آزمایی برنامه اتمی ایران وجود نداشته باشد، توافقی نیز سر نخواهد گرفت. باراک اوباما گفته است همیشه تاکید داشته که از توافق بعد اجتناب خواهد کرد و اکنون این بستگی به ایران دارد که خواستای جامعه بین المللی را برآورده کند. همزمان آمریکا و اروپا تعلیق تحریم‌های ایران را برای یک هفته تمدید کردند. بر اساس بیانیه لوزان که در فروردین ماه از سوی ایران و گروه 5 به علاوه 1 پذیرفته شد، آمریکا و اروپا برای نشان دادن حسن نیت بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآوردند. در تحول دیگر، بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با وزرای خارجه آمریکا، روسیه و آلمان و نیز مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت دوجانبه دیدار و گفتگو کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار وزرای خارجه آمریکا و ایران را طولانی، خصوصی و سازنده خوانده است. همزمان در تهران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره روند مذاکرات گفت بخش عمده مسائل حل شده است، اما بخشی باقی مانده که البته مواردی از آن مهم است و میتواند در روزهای پیش رو با تمهیداتی که اندیشیده شده است درباره آنها به توافق رسید. به تاکید کرده اگر آنها متعهد بمانند، ما نیز به آنچه که توافق شده است پایبند خواهیم بود، اما در این حال دولت آمادگی کامل خواهد داشت که اگر روزی توافق را زیر پا بگذارند، ما نیز بلافاصله بتوانیم شدیدتر از آنچه در مخیله آنهاست به مسیر قبلی بازگردیم. اگر اونها متعهد بمانند، ما متعهد خواهیم بود با آنچه در این توافق خواهد آمد، اما در این حال دولت آمادگی کامل خواهد داشت که اگر روزی اونها توافق رو زیر پا گذاشتند، ما بلافاصله بتونیم برگردونیم مسیر را یک کم شدیدتر از اونی که در
مخیله اونها هست. در تحول دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌های غربی نوشته است ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه اتمی، یعنی کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی شده خود که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود، عمل کرده است. بنابراین گزارش قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل ایران به تعهد خود را به زودی به طور رسمی اعلام کند. ایران در بیانیه لوزان توافق کرده بود که اورانیوم بالای 20% غنی شده خود را اکسید یا رقیق کند. پیش از این سازمان بین المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده بود که ذخایر اورانیوم غنای پایین ایران بالای 8 تن. این نگرانی را به وجود می آورد که تهران نتواند به تعهد خود در این مورد عمل کند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است فردا به تهران سفر کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دارای مشکلاتی دانسته و در نامه به آیت الله خامنه ای خواستار توقف اجرای آن تا بررسی نظرات دولت شده. آقای خامنه ای هم این موضوع را به هیئت حل اختلاف میان قوای سگانه ارجاع داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر برای بررسی ایرادهای مد نظر دولت شده است. آقای روحانی از ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خودداری کرده و این قانون در نهایت در نهم اردیبهشت توسط علی لاریجانی رئیس مجلس ابلاغ شده است. نمایندگان مجلس در مهر ماه سال 93 با وجود مخالفت دولت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کردند. بر اساس این قانون ستادی با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تشکیل می شود. در این قانون به این ستاد این اختیار داده شده که درخواست‌ها برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و نظر مشورتی خود را برای صدور مجوز به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند. بنابر گزارش صدا و سیما، آقای خامنه ای رسیدگی به نامه آقای روحانی را به شورای حل اختلاف واگذار کرده است. ریاست شورای حل اختلاف که در سال 1390 توسط رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به اختلافات میان سه قوه تشکیل شد، با محمود هاشمی شاهرودی است. محمد یزدی رئیس خبرگان رهبری نیز روز سه‌شنبه 9 تیر در برنامه بامدادی رادیو ایران در همین زمینه گفت خوشبختانه قانونی اخیراً در مجلس تصویب شد که پس از یکی دو بار رفت آمد به شورای نگهبان ایرادات آن برطرف و تایید شد و رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرد و البته رئیس جمهور از نظر اجرا مشکلاتی به نظرشان رسید که نامه ای به رهبری نوشتند و ایشان نیز آن را به هیئت حل اختلاف که ریاست آن را آیت الله هاشمی شاهرودی بر عهده دارد ارجاع دادند که در آن هیئت بررسی و نتیجه آن اعلام می شود. آقای یزدی همچنین با تأکید بر ضرورت اجرا شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت در صورت مشاهده روزخاری باید با زبان از منکر نهی شود و اگر جلوگیری عملی بخواهد این وظیفه نظام است، یعنی وظیفه نیروی انتظامی و قدرت حاکم است که برخورد فیزیکی کند، البته با رعایت مراتب و درجات آن. سخنان رئیس خبرگان رهبری در حالی بیان شده که یک مقام قضایی شهر شیراز از دستگیری 500 نفر در این شهر به اتهام روزخاری در ماه رمضان خبر داده است. بنابر این گزارش بیش از 2500 نفر از شهروندان شیرازی طی ماه رمضان تذکر شفاهی گرفتند.
خبرگزاری دانشجویان ایران روز سه‌شنبه 9 تیر اظهارات معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز را منتشر کرده است که میگوید افراد بسیج و نیروی انتظامی در راستای اجرای طرح مقابله با هنجارشکنی و روزخاری در شیراز با 500 متخلف برخورد کرده‌اند. به گفته معاون دادستان شیراز، مقامات قضایی شیراز برای 20 نفر از این افراد قرار منع تعقیب صادر کردند، اما بقیه دستگیر شدگان محکوم به صدور حکم ظرف 24 ساعت شدند. همزمان با پایان کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به یونان، دولت یونان از پرداخت قسط وام خود به صندوق بین‌المللی پول خودداری کرد. آتن تنها در صورتی قادر به دریافت کمک بیشتر از این صندوق خواهد بود که بدهی خود را تسویه کند. دولت یونان از پرداخت قسط وام خود به صندوق بین‌المللی پول خودداری کرد. آتن میبایست تا پایان روز سه‌شنبه 9 تیر مبلغ 1,600,000,000 یورو بابت وام سنگین خود از صندوق بین‌المللی پول به این نهاد بین‌المللی باز میگرداند که از پرداخت آن باز ماند. با عدم پرداخت این قسط اکنون یونان نخستین کشور صنعتی به شمار می‌رود که پرداخت اقساط آن به صندوق بین‌المللی پول به تأخیر افتاده است. تا کنون تنها زیمبابوه، سودان و کوبا به این صندوق بدهکار بودند. بدهکاری یونان به این نهاد بین المللی این کشور را در آستانه برشکستگی کامل و خطر خروج از حوزه یورو قرار داده است. آتن تنها در صورتی قادر به دریافت کمک بیشتر از صندوق بین المللی پول خواهد بود که این بدهی را پرداخت کند. جری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول، ضمن اعلام این مطلب تایید کرد که یونان در آخرین لحظه درخواست کرده است که این قسط را بعداً بپردازد. به گفته جری رایس، این درخواست در نشستی با حضور کریستیان لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول بررسی می‌شود. یونان پیش از این درخواست از کشورهای اروپایی وام دهنده به این کشور نیز خواسته بود که بسته نجات مالی یونان را تمدید کنند. مهلت تمدید این بسته نجات نیز روز سه‌شنبه به سر رسید. دولت چپگرای یونان تا روز سه‌شنبه از پذیرش درخواست وام دهندگان برای اصلاحات و ریاضت مالی سر باز زده بود. این اصلاحات پیش‌شرط تمدید کمک‌های مالی بیشتر بودند. به گزارش رویترز، یونان در ساعات پایانی روز سه‌شنبه بار دیگر با ارسال درخواستی به بروکسل خواستار تمدید کمک‌های مالی شد. وزرای دارایی حوزه یورو اما با این درخواست مخالفت کردند. با این حال مذاکره در مورد وضعیت یونان در روزهای آینده نیز در مقر اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت. در حال حاضر چرخش سرمایه در یونان به شدت محدود شده است. اقتصاد این کشور در سالهای گذشته 25% کوچکتر شده و آمار بیکاری به بالاترین میزان در اتحادیه اروپا رسیده است. دولت الکسیس سیپراس اصلاحات مالی پیشنهادی وام دهندگان به یونان را مسئول این نابسامانی‌های اقتصادی می‌داند. او خواستار بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان و دریافت سرمایه جدید از اتحادیه اروپا است و حاضر نیست اصلاحات جدید از جمله در مورد حقوق بازنشستگان و اصلاح سیستم دریافت مالیات را بپذیرد. دولت سیپراس اما اکنون بدون دریافت میلیاردها یورو کمک اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق کارمندان و سود وام‌های خود با چالش بسیار بزرگی روبروست. در این میان بیش از همه نخست وزیر یونان مورد انتقاد است که علی‌رغم آمادگی وام دهندگان حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نشده است. برخی کارشناسان وام دهندگان را متهم می‌کنند که انتظارات زیادی از دولت یونان داشتند و می‌گویند هرچند که صرفه‌جویی دراز مدت ضروری است، اما با این اصلاحات از مؤسسات یونانی بیش از توان آنها طلب شد که در نهایت به عمیق‌تر شدن بحران انجامید. این کارشناسان معتقدند که حال برای جلوگیری از خسارت بیشتر باید مانع از خروج یونان از حوزه مالی یورو شد. دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است همزمان با پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هفتم اسفند ماه سال جاری برگزار شود. اما 9 ماه مانده به این انتخابات، بسیاری از مدیران زیرمجموعه وزارت کشور برای شرکت در آن از سمت خود استعفا دادند.
حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور و عضو ستاد انتخابات کشور گفته است 63 نفر از مدیران زیرمجموعه وزارت کشور اعم از استاندار، فرماندار و شهردار برای شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا دادند. دهمین دوره انتخابات مجلس قرار است در اسفند ماه امسال برگزار شود. آقای امیری روز سه‌شنبه 9 تیر گفت استعفای این سه گروه از مدیران کل وزارت کشور مورد موافقت رحمانی فضلی وزیر کشور و مقامات مربوطه قرار گرفته است. بنابر سخنان آقای امیری بیشترین استعفا در استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان، فارس، خراسان رضوی و کرمانشاه انجام گرفته است. بنابر همین گزارش در استانهای آذربایجان شرقی، البرز، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ مدیری استعفا نداده است. همزمان خبرگزاری ایرنا از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که محمد احمدی استاندار فارس نیز به منظور شرکت در انتخابات استعفای خود را تقدیم وزیر کشور کرده است. هنوز خبری درباره موافقت وزیر کشور با استعفای استاندار فارس منتشر نشده است. در هفته‌های اخیر شایعاتی در خصوص استعفای استاندار فارس در جریان بود که همواره از سوی حوزه استانداری این شایعات رد می‌شد. گفتنی است که امتیازات 4 ساله نمایندگی مجلس اسلامی و بهره برداری نمایندگان از کرسی نمایندگی آنچنان است که بسیاری از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی با هزینه 100 میلیون تومان برای ورود به مجلس تلاش می کنند. زمینخواری در حوزه نمایندگی و واداشتن فرمانداران و شهرداران برای کشیدن بزرگراه‌ها و خیابان‌های جدید در کنار زمین‌هایی که این نمایندگان تصاحب می‌کنند برای بالا بردن مصنوعی قیمت این زمین‌ها از جمله عمده‌ترین زمینه‌های سوء استفاده و پر کردن جیب نمایندگان به شمار می‌رود. مورد دیگر که در دولت احمدی نژاد به بی‌آبرویی اغلب نمایندگان انجامید، رشوه گرفتن از دستگاه‌های دولتی است و شماری از نمایندگان برای جلوگیری از طرح استیضاح شماری از وزیران احمدی نژاد 100 میلیون تومان رشوه گرفته بودند. فساد مالی و رانتخاری در ایران چنان گسترش یافته که دامنه آن به مقام‌های ارشد حکومتی نیز کشیده شده است، به نحوی که فساد در تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده و به امری فراجناحی تبدیل شده است. روز چهارشنبه 10 تیر ماه حشمت الله تبرزدی، دبیر جبهه دموکراتیک ایران، پس از تحمل نزدیک به 5.5 سال حبس از زندان آزاد شد. آقای تبرزدی در دیماه 88 دستگیر و در ادامه به 9 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانو، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آزادی حشمت الله تبرزدی، دبیر جبهه دموکراتیک ایران خبر داد. بر اساس این خبر، وی شامگاه سه‌شنبه 9 تیر ماه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده است. آقای تبرزدی روز 7 دی ماه 88 و در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتکاب جرائم بر ضد امنیت ملی به 9 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او از قرار معلوم با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی پیش از موعد مقرر آزاد شده است. بر اساس این ماده قانونی در صورت تعدد جرائم در مورد همه آنها مجازات صادر می شود، ولی تنها مجازات اشد اجرا می شود. آقای تبرزدی در 25 دی ماه 92 و در حالی که در مرخصی مشروط بود، با طرح اتهامات جدید مجدداً به زندان بازگردانده شد. مصاحبه با رسانه‌ها و دیدار با نسرین ستوده، وکیل آقای تبرزدی که او هم به تازگی از زندان آزاد شده بود، از جمله اتهامات جدید بودند. حشمت الله تبرزدی در سالهای اخیر مجموعاً بیش از 10 سال در زندان بوده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش‌های خود
از موارد نقض حقوق بشر در این کشور از جمله به بازداشت آقای طبرزدی اشاره کرده است. حشمت الله طبرزدی جزو 6 زندان سیاسی زندان رجایی شهر بود که در حمایت از اعتصاب قضای زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در تیر ماه 90 اعتصاب قضا کردند. مدیر مسئولی پیام دانشجو، ندای دانشجو، هویت خیش و گزارش روز از جمله سوابق روزنامه‌نگاری آقای طبرزدی هستند. اما موضوع گم شدن یک دکل نفتی در دولت احمدی نژاد اخیراً خبرساز شد. برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس ایران قصد دارند این موضوع را پیگیری کنند. حالا رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد به این موضوع واکنش نشان داده و گفته گم شدن یک دکل نفتی بی‌معنی است و مشکل شرکت‌های پیمانکاری برای وارد کردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت ندارد. دکل گم شده که 78 میلیون دلار ارزش دارد به ادعای برخی در قطر و به ادعای برخی دیگر در مکزیک مشغول به کار است. رستم قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد به خبر گم شدن یک دکل نفتی در دوره وزارت او واکنش نشان داده است. آقای قاسمی در این خصوص گفته است طرح این مسئله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، چرا که مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود. آقای قاسمی گفت دکل حفاری دریایی حداقل 50 نفر خدمه دارد و جابجایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد. وزیر سابق نفت گفت باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است. روز سه‌شنبه دوم تیر بیژن زنگنه وزیر نفت گزارش‌های منتشر شده در مورد مفقود شدن یک دکل نفتی را تایید کرد. این دکل در دولت احمدی نژاد از یک شرکت خارجی خریداری شده بود. مهر ماه سال گذشته نادر قاضی پور نماینده ارومیه گفته بود یک دکل نفتی به ارزش 87 میلیون دلار در سال 90 از یک شرکت ترکیه‌ای خریداری شده، اما در نهایت به ایران تحویل نشده و در یکی از کشورهای همسایه ایران به کار گرفته شده است. اکنون آقای قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد میگوید شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می کند و بر اساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده اند. وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد گفت ظاهراً به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاه‌های نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند. آقای قاسمی گفت عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرعامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در این حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم. وزیر سابق نفت گفت اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تأسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد، باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است. در حالی که رسانه‌ها در روزهای اخیر کوشیدند تا ماجرای گم شدن دکل نفتی را روشن کنند، وزیر نفت سابق ایران گفته است که رسانه‌ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی را چندان منطقی نمی‌داند. گفته می شود به علت باجگیری عوامل رستم قاسمی و عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی به شرکت مالک دکل، این شرکت با حکم دادگاه به توقیف این دکل اقدام کرده است.
رسول منتجب نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی آخرین وضعیت اصلاح طلبان را برای حضور در انتخابات مجلس تشریح کرد. وی گفت اصلاح طلبان با یک لیست مشترک به صحنه انتخابات مجلس خواهند آمد تا از تشتت افکار عمومی در انتخاب نهایی ممانعت به عمل آید. رسول منتجب نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی خبر داد اصلاح طلبان با یک لیست مشترک به صحنه انتخابات مجلس خواهند آمد تا از تشتت افکار عمومی در انتخاب نهایی ممانعت به عمل آید. آقای منتجب نیا در تشریح آخرین وضعیت اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس گفت آنچه اصلاح طلبان در نظر دارند انسجام و اتحاد جبهه اصلاحات است. آقای منتجب نیا گفت بیشک جریان اصلاحات برای جذب آرای مردمی مشکلی ندارد و فکر می‌کنیم با اقبال بیشتری نسبت به طرف مقابل روبرو خواهیم شد. اما تنها مشکل پیش روی مسئله احراز صلاحیت هاست که وضعیت آن مشخص نیست. قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت خوشبختانه امروز تمام بزرگان اصلاحات به این نتیجه رسیدند که احزاب را فعال کنند و تصمیم گیری را بر عهده خود احزاب بگذارند و شورای هماهنگی تنها نقش نظارتی خواهد داشت. آقای منتجب نیا با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه هفته اخیر با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت آقای خاتمی تأکید ویژه‌ای بر لزوم فعالیت احزاب داشتند و اعلام کردند نه شورای هماهنگی اصلاحات و نه کمیته انتخابات و نه خودشان نباید در امور و فعالیت احزاب دخالت کنند. آقای منتجب نیا گفته است که آقای خاتمی مؤکداً خواستار عدم دخالت مسئولان از تهران در فعالیت‌های احزاب در شهرستان‌ها شده است. قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت با وجود آنکه نسبت به تصمیم ممنوعیت رسانه‌ای اعمال شده علیه رهبر جریان اصلاحات گلایه داریم اما این مسئله همچون سال 92 در عملکرد انتخاباتی اصلاح طلبان خللی ایجاد نخواهد کرد زیرا تا زمانی که شخصیتی جایگاهی مستحکم میان مردم داشته باشد نیازی به پایگاه رسانه‌ای نیست. در خبر دیگر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی گفت فشار افکار عمومی و نیروهای مردمی علاقمند برای شرکت در انتخابات فضا را برای حضور اصلاح طلبان مساعد خواهد کرد همانطور که در انتخابات خرداد 92 مردم به صحنه آمدند و با توجه به شعارها و تعهدات روحانی به او رأی دادند. آقای یزدی گفت فکر می‌کنم برخی محدودیت‌ها همچون ممنوع التصویری آقای خاتمی ماندگار نیست و این اقدام پس گرفته شود چرا که مستندات قانونی این موضوع هنوز مشخص نیست. دبیر کل نهضت آزادی همچنین گفت نمی‌توان هیچ کس را از صحنه سیاسی خارج کرد. عده‌ای فکر کنند اگر عکس و نام رقبایشان روی روزنامه ها نیاید فراموش می شوند در حالی که چنین نیست و رئیس دولت اصلاحات از ذهن مردم پاک شدنی نیست. این خبرها در حالی منتشر می شود که در هفته اخیر در پی حضور در چند میهمانی افطار در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبرها و تصاویری از دیدار چهره های اصلاح طلب و محمد خاتمی در رسانه های ایران منتشر شده است. در این قسمت از برنامه سری می زنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که نگاهی دارد به تحولات این کشور و منطقه در هفته که گذشت. در مرور رویدادهای هفتگی ترکیه و منطقه نخست باید اشاره بکنم به انتخاب رئیس پارلمان ترکیه. اسمت یلماز وزیر دفاع کنونی ترکیه به عنوان رئیس پارلمان جدید در این کشور انتخاب شد. یلماز کاندیدای حزب عدالت و توسعه برای احراز این پست بود و خب پس از اینکه حزب عدالت و توسعه نتونست وقت بلندی در انتخابات پارلمانی داشته باشه و ناچار هست که دولت ائتلافی رو با مشارکت مخالفان تشکیل بده براش خیلی مهم بود که دست کم پست ریاست پارلمان رو در اختیار خودش داشته باشه. باید این توضیح رو هم همینجا بدم که مقام ریاست پارلمان در ترکیه مقام بسیار مهمی هستش با توجه به سیستم سیاسی این کشور یعنی سیستم پارلمانی
رئیس مجلس پس از رئیس جمهور مهمترین رکن سیاسی در این کشور محسوب میشه. بروی رقابت سختی میان چهار حزب حاضر در پارلمان بر سر تساوی این پست بود و نهایتا پس از چهار دور رای گیری اسمت ایلماز با کسب 258 رای به عنوان رئیس جدید پارلمان ترکیه برای یک دوره دو ساله انتخاب شد. اما رویداد دیگه‌ای که در آخر هفته اتفاق افتاد و در رسانه‌های ترکیه بازتاب داشت حمله جنگنده‌های ارتش ترکیه به مواضع پکاکا در ارتفاعات قندیل بود. درست در زمانی که ترکیه هشدار داده که تشکیل یک حکومت کردی در سوریه رو تحمل نخواهد کرد و حتی ممکنه در این باره دست به یک عملیات نظامی در سوریه بزنه، حالا حمله به مواضع پکاکا در کوههای قندیل عراق هم میتونه در نوع خودش حامل پیام خاصی باشه. در این سوتر در ارتباط با همین موضوعات ترکیه تدابیر امنیتی و نظامی رو در مرز سوریه تدارک دیده. بخش از نیروهای ارتش این کشور در جوار مرز سوریه به حالت آماده باش هستند. در عراق آزادی شهر بیجی از دست داعش تحول مثبتی در این هفته بود. این شهر از لحاظ استراتژیک برای داعش بسیار اهمیت داشت. نکته جالب هم در این ارتباط اینه که بر اساس آمار منتشر شده 70% نیروهای دفاعی داعش در بیجی از شهروندان خارجی بودند. و در سوریه این هفته مصادف بود با سومین سالگرد مذاکرات ژنو پیرامون بحران سوریه. در این ارتباط دبیرکل سازمان ملل متحد گفته که در حالی که 3 سال از این مذاکرات میگذره، جهان باید شرمسار باشه که تاکنون راه حلی برای بحران سوریه پیدا نشده. او گفته سوریه در آستانه سقوط و فروپاشی قرار گرفته. اما از ترکیه و سوریه و عراق عبور کنیم. در تاجیکستان دولت در ادامه تلاش برای جلوگیری از پیوستن شهروندان این کشور به داعش و گروه‌های تندرو اسلامی 90 سایت اینترنتی که متعلق به هواداران گروه‌های وهابی و سلفی هستش مسدود کرده و غیرقانونی شناخته. دولت تاجیکستان در ماه‌های اخیر تدابیر شدیدی برای جلوگیری از پیوستن شهروندانش به گروه‌های تروریستی اتخاذ کرده. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما خواهم بود. خدایا رو نگهدارتان.